سلام، حالتون خوبه؟ خیلی هم شادیم. ما برای بار سوم اومدیم اصفهان، ولی این سری گوپرو داریم، گوپرو 360 درجه. آنباکسش رو دیدیم، براتون گذاشتیم. سعی می‌کنیم سری فیلمای 360 درجه این سری براتون بگیریم و هوا خیلی باحاله. امیدوارم که از ویدیو خوشتون بیاد. پنج و شش عصر، هوا خنکه، نه در حد کاپشن و ولی در حد یه لرز ریزی هست. و اینکه ما اومدیم نقش جهان و سومین باریه که این تجربه رو داریم دو نفری میکنیم و تجربه خیلی 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 فوق‌العاده‌ایه و اصفهان از اون شهره که هیچ وقت ازش سیر نمیشیم. این قهوه خانه به نام چاه حاج میرزا برای اولین بار در زمان صفویان ساخته شد و در ابتدا خسته خانه نام گرفت، چون مردم برای رفع خستگی به اونجا می رفتن. ولی کم کم این سراب سرای توتی، چای خانه و قهوه خانه تغییر نام داد، ولی در بین محلی ها همچنان به چاه حاج میرزا معروفه.
کافه خیلی باحال پتو میدن، سرد دنجه یه خورده باحاله، خیلی دنجه و چای خیلی میچسبه. چای سیب بهشتیشون هم طعم جالبی داره. البته که چای رو میاریم بالا هیچ از صورت همون پیدا نمیشه و بدونید که ما همین چاییم. حمایت رو میکنم، لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. ممنون. یکی از آیتم‌های خیلی معروفی که تو اصفهان هستش و جدیداً خیلی زیاد شده این سیب زمینی هست که میتونین انتخاب بکنین. یه 7-8 ده مدل سس مختلف هم دارن که میزنن میتونین انتخاب کنین. البته 3 تا سس میشه انتخاب کرد. چیز جالبیه. جذاب اسم تورنج و خیلی رسانه قشنگیه، فضای خیلی خوب داره، سیبی بالا میده، یه فضای سنتی خیلی جالب داره و اینکه ما ماهی سفارش دادیم. حالا حتما از طعم غذاش هم براتون میگم. سعی میکنم یه فیلم مختصرم از اینجا براتون بگیرم که با فضای اینجا آشنا بشید. رستوران سالاد مخصوص تورنج و ماهی مخصوص تورنج سفارش دادیم. کیفیت خیلی خوبی داشت و اینکه حجم غذا نسبت به قیمتش خیلی مناسبه. اگر اسممون اومدیم این رستوران رو حتما بیاین و از این حس و حال خوبش استفاده کنید.